بسم الله الرحمن الرحیم. د خلکو اندیښنې د ملت غوښتنې د یو ملت برخلیک. حکومت، حکومتداری، ملت، نظام، د نظام جوړښت، اساسي قانون، دا هغه څه دي چې نن شپه به موږ پرې بحث کوو. سلام او وخت په خیر. د نن شپې بحث مو یاد موضوع ته ځانګړی کړی ده او په بحث کې راسره درانه میلمانه هم شتون لري. د فلاح او بیدارۍ ګوند مشر محمد یاسین حبیب صاحب، همدارنګه د حقوقي چارو کارپوه نورالله حبیبیار صاحب، او د سکایپ له کرښې د درېمې کرښې ګوند مشر ښاغلی یحیا چاوش زموږ سره ملتیا کوي. درې واړو میلمنو ته په بحث کې ډېر ښه راغلاست وایم. مننه چې وخت مو راته ځانګړی کړ. کور ودان. اگر اجازه بدهین آقای حبیب و حبیبیار صاحب، بس با آقای چاوش صاحب آغاز کړم. آقای چاوش، بسیار خوش آمدید به برنامه. اساسات یک نظام چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما، سلام به میهمانان محترم و عزیز شما. یک نظام همیشه به مدیریت سالم ضرورت داره، یک نظام به قانون ضرورت داره، یک نظام به کادرهای ورزیده ضرورت داره. اینی پرنسیپ های یک نظام است. یک نظام به اردو ضرورت داره، به افراد تحصیل کرده ضرورت داره. خصوصیت یک نظام سی بخش قوه که مملکت رهبری میکنه اساسا در جهان مدرن امروز ضرورت یک نظام است. بله، شاید پیشتر چندی پیش، البته دیروز، شما هم سخنان آقای سراج الدین حقانی را شنیده باشد از وقتی که امارات اسلامی در افغانستان دوباره حاکم شدند. خب یک تجربه گذشته و تجربه دومی که حالا خب نرضایت مردم، کار نسپردن کار به اهل کار، خب انتقادهای متداوم جهانیان، حدیث و نصیحتهای نهادهای بین المللی، چیگونه ارزیابی میکنید؟ ما فکر میکنم اون دوره اول که شما دیدین با این دوره فرق داره. از او کسایی که کار کردن فعلا او تجارب و او نمیتونیم بگیم تجاربی که در دوره اول داشتن او تجارب این مرحله عملی کنند. فعلا شرایط دیگه است. فعلا کادرها دیگه کادرهای در رأس نظام قرار دارن. این موضوع اساسی است. وی که مو افغانستان مشکلات خود داره این هیچ کس نمیتونه منکر شه. و حتی در داخل نظام فعلی امارت اسلامی کادرهای بسیار ورزیدی تا جایی که من امروز در داخل افغانستان هستم و از داخل افغانستان قد میزنم، کادرهای هستند که به خاطر وطن فکر میکنند. این کسایی هستند که در شرایط فعلی مثل آقای حقانی شد و دوستای دیگه، اینا کسایی هستند که درک کردن که حکومت موقت یا حکومت سرپرست در این دوره کامیاب نبوده، ناکام است، یا ناکامی های خود میشمارند، حساب میکنن. این گپ بسیار خوب و معقول است. و همچنین ما چند پیش پیام صوتی خود رهبری امارت اسلامی که برای کادرهای خود داشتن این هم خصوصی شنیدم. و واقعا اگر همچون مسائل جلوگیری شه، اقدامات قدم به قدم صورت بگیره، باز هم برای کشور ما، برای ما، وطن ما مفید است، امیدوار کننده است. ما توقع بیشتری نداشته باشیم. کسایی که 20 سال به سر از یا بم ریخته شده، فامیلا از یا بمبارد شده، در کوه دشتا زندگی کردن، امروز دولت برای از یا تعمیل شد، امریکا فرار کرد، آمادگی نداشتن، مذاکرات قطر و ناکامی مواجه شد. خواست امریکا که یک دولت ناکام سرقدرت بیاید که خام باشه و ناکام باشه و اردو از هم بپاشه، نیروهای از هم بپاشه، کادرهایی که تربیه شده وطن ترک بگن. این فضا رو خود ایالات متحده امریکا به وجود آورد. اول فضای وحشت به وجود آورد. درست آقای چاوش، چی فکر میکنید؟ سوال در اینجا بسیار به یک نقطه خوب رسیدین. بله، بسیار به یک نقطه خوب اشاره کردین. از زمان شاه شجاع دولت هایی که از سوی انگلیس ها ساخته شده، یا مثلا خب به این ترتیب مثلا از دکتر نجیب، داوود و دوران جهاد، دوران پیشین طالبان، حکومت 20 ساله جمهوریت و حالا پس دوباره روی کار آمدن امارت اسلامی،
این حکومت ها فکر، یعنی حالا که شما گفتید که سوی از کسای دیگر ها ساخته شده، فکر میکنید کامیاب خواهد بود؟ و فکر میکنم دولت های کوچلی، دولت های مزدور، دولت هایی که از بیرون دسانت میشه و افغانستان تعمیل میشه، با افغان ها تعمیل میشه، همیشه ناکام است. ما به هیچ صورت و شما به هیچ صورت هیچ وقت، ما خواهش میکنم که رژیم دکتر نجیب الله، شهید دکتر نجیب الله با این دگاه مقایسه نکنید. او کسی بود که خود از نیروهای خارجی را، نیروهای شوروی را مارش داد، در زمان مارش و بیرون شدن از در همون لحظه حاضر بود که این نیروها ترک کردن افغانستان و بعد از خروج نیروهای شوروی 4 سال در قدرت بود، در حاکمیت بود پاکستان با تمام بله. نیرو. اما خواست ما چیزی دیگه بود، سناریوهایی که از سوی دیگران در افغانستان یعنی آماده می شود و پس در افغانستان عملی می شود. هدف ما این بود، نه حکومت. خب از وقت شاه شجاع ما گفتم تا حالا سناریوهایی که از سوی کسان دیگر در افغانستان آماده می شود و پس در افغانستان تطبیق می شود، اشاره ما بر همین نقطه بود که آیا خواهیم توانستیم که یک حکومت ایجاد کنیم که حداقل مشکلات افغان ها را چند دهه گذشته ما به مشکلات خیلی زیاد روبرو بیدیم، چرا به خواسته های ملت رجوع نمی شود؟ به اینجا است که من فکر می کنم در شرایط خیلی بهترین وضعیت مساعد شده تا فکر از درون صورت بگیره. بله. و افغان ها سر از این موضوع فکر کنن به چی شکل افغانستان خصوصیت اجتماعی اتنیکی داره که هیچ یک از کشورهای جهان نداره، خصوصیت قومی داره که هیچ از کشورهای در هیچ یک از کشورهای دنیا ما خصوصیت دیده نمیتونه. ما در گذشته هم بزرگای ما، کلانای ما، دولت مردای ما مسائل ملی، مسائل بزرگی که حل نمیشد به وسیله مشرا، به وسیله کلانا، به وسیله قوم، حتی خونا قتلا را حل میکردن و این شرایط فعلا آماده است. هیچ کس دست به کار نمیشه. چرا دست به کار نمیشن؟ چرا سیاسیونی که فرار کردن میترسن؟ و بیشتر گفتم گفت منیم کالامان که در شرایط فعلی مردم از حکومت میترسه، حکومت از مردم میترسه. درست. حکومت از مردم چطور میترسه؟ اولی که اینا آمادن میگفتم بهترین راه قانونیتی است که خود از یاد لوی جرگره سازماندهی کنن، قانونیت خود از مردم بگیرن، وقت جامعه جهانی مجبور میشه یار به رسمیت بشناسه. بله. یا ترسیدن یا از ایران ترساندن، از مردم خودشان ترساندن. همین امروز شرایط مساعد است که ما بتونیم به خاطر تحکیم نظام کوشش کنیم. تحکیم نظام وقتی که ما میگیم منظور با نظام امروز امارات اسلامی نیست، نظام برای افغانستان پایدار مثل دیگر کشورها. هر دولت میایه میره، این یک امر طبیعی است، ولی نظام باید وجود داشته باشه. هر روز دفعه قوای مسلح از بین رفتن، یعنی سلاح تبار شدن، آقای چاوش، یعنی شما بر این باور هستین که خب بله، یعنی آقای چاوش، یعنی شما بر این باور هستین که این هم یک سناریوی خارجی بود که بر افغان ها تحمیل شد حکومت فعلی افغانستان؟ با تنها نتونه به این باور هستین، ما ظرفیت از این داریم. من ایسی یک میشنه از این وطن، من ایسی یک کسی که رهبری میکنه، یک کتله بزرگ اجتماعی در این مملکت، ما را کارهای بسیار عملی داریم. درست. ما برمیگردم، این طرحهایی که ما داریم طرح بله. نجات وطن است، واسه بله. نجات افغانستان است، بخاطر کدام رژیم نیست، بخاطر کدام دولت نیست، ولی طرحهایی است که میتونه این طرح اگه عملی شه افغانستان بله. نجات بده و این کتله عظیمی که در 40 سال در کشورهای خارجی در بدر مهاجر بودن، به خصوص در ایران و پاکستان، دو مرتبه وطنشان امن بیان زندگی کنند، شرایط کار باشه، این امکانات و زیر ظرفیت ها پیش ما نتراه است. ما در طرح عملی کردن اینترها ما ظرفیت هایی داریم و خود ما حاضریم سم بگیریم. بله، تشکر آقای چاوش. برمیگردم در برنامه با شما. آقای حبیب، بسیار خوش آمد به برنامه. چی فکر میکنید چرا از اوضاع فعلی کشور انتقادهای متداوم صورت گرفته؟ با سلام و ادای احترام به شما و به همکاران محترم شما و مهمانان عزیز حاضر در بحث ما، جناب محترم رئیس حبیبیار که فعلا در استودیو با ما هست و آقای چاوش که در بیرون که همچنان از طریق سکایپ صحبت میکنن و ببینین دای نهایت
عزیز و نازنین تلویزیون شما چه در داخل و چه در خارج. ببینین یک چیز من خدمت شما عرض بکنم جناب استاد امید، دنیا یک بخش عظیمی از جهانیان نمیخواهند که در یکی از گوشه دنیا که عبارت از افغانستان یا بعض از کشورهای دیگه باشند حکومت اسلامی و شریعت غرای محمدی برقرار شود، به خاطر از این که اهداف را که اسلامی عزیز، راه را که اسلامی عزیز و فرامینی را که شریعت غرای محمدی برای بشریت او را لازم میدانه، او خلاف عقاید الهادی و عقاید استکباری و عقاید انحرافی و اهداف جهانخواری هست، به خاطر از اینکه اسلام آمد تا بشریت در یک فضای کاملا برادری و عدالت اجتماعی و راستی هم که این در یک فضای کاملا امن و امان و محبت زندگی بکنن با همه امنوان خود روی همی اساس این را ما دیدیم در گذشته ها. اگر جهاد مقدس ملت مسلمان و قهرمان افغانستان به پیروزی رسید منتج به ایجاد یک دولت اسلامی شد، اما ما دیدیم جهانیان مخالفت شانه با این دولت اسلامی مجاهدی. اما آمدیم راجع به این که آله چرا حکومت ها همیشه در افغانستان که حاکم میشه، شاید شما هم تجربه بیشتری دارید در عرصه سیاست افغانستان، همیشه با چالش ها مواجه میشه. بسیار عالی، بسیار خوب جناب استاد امید. من همیشه در رسانه هایی را گفتیم که دنیا بخصوص استعمارگران شرقی و غربی کفر الهاد، بله، نمیخواین در افغانستان یک نظام قوی مسلط حاکم برای کشور قهرمان پرور و مردخیز و شهید پرور حاکم باشه. نمیخواین در افغانستان ما صاحب یک قوای منظم اردو باشیم، نمیخواین در افغانستان نظم و دسپلین حکومتی حاکم باشن، نمیخواین در افغانستان ترقی و پیشرفت و تکامل وجود داشته باشه، نمیخواین در افغانستان این معدنیات خدادادگی سرشار خدادادگی که در دل کوها و کوپایه ها را پروردگار بر ما ایر لطف کردن که 30% در دنیا وجود نداره، اینمی معدنیات توسط فرزندان مسلمان مؤمن اینمی سرزمین استخراج شوه. ما در 17 ولایت افغانستان چاهای سرشار نفت و گاز داریم، یعنی نمیخواین به خاطر از این حبیب شما، یعنی بر این باور هستین که حالا هم در وضعیت فعلی افغانستان دست حلقات خارجی بدون شک هستن. بدون شک دشمنان اسلام چیسته؟ دشمنان اندیشه اسلامی، دشمنان عقاید اسلامی، دشمنان خدا، دشمنان قرآن، دشمنان شریعت غرای محمدی. ببینین جناب استاد امید، شریعت اسلامی تنها ساخته یا پیش کرده امارت اسلامی افغانستان نیست، این منشأ از قرآن عظیم گرفته شده. قرآن عظیم آمد در روی زمین که امروز چندین میلیارد مسلمان از این اسلام پیروی میکنند. فلحاظ این قرآن عظیم امروز ما میبینیم بعضی از عناصر جاهل، بعضی از عناصر کودن و جاهل نادان قرآن عظیم در میتن و روی امروز دشمنی های سابقهشان هستن که اونا با قرآن عظیم، ولی راستی هم که خوب باید انسانهایی که بخواین، انسانهای بسیار عاجز و انسانهای بسیار بیبندبار، انسانهای بسیار ناتوان بخواین که با در دادن یک جلد از آیه، یک جلد از کلام الله مجید اسلام ضربه ببینه، قرآن در دنیا نامکن. اما آمدیم راجع به ای که بله، اونا نمیخواین که افغانستان، ملت مسلمان افغانستان، ملت مجاهد افغانستان، ملت کفستیز افغانستان، ملت آزاده و انقلابی افغانستان واقعا اینی آزاد باشند، واقعا دارای یک حکومت قوی باشند، دارای یک نظام نیرومند باشند، دارای یک نظام این واقعا یک نظام مسلط بر همه
مردم افغانستان و سرحدات افغانستان باشن. همیشه سعی میوردن تا در کشور ما ناامنی و بی‌ثباتی و جنگ وجود داشته باشه. بله آقای مکسول دیگر هم مطرح می‌سازم، بعدن واقعی بیار وقت میریم. اما سوال من گونه است که چرا در از وضعیت فعلی افغانستان، از افزای جاری کشور در داخل، در درون و بیرون از حکومت انتقادها صورت میگیرد، نقاط موردی چیست؟ خب یک چیز خدمت شما عرض بکنم که وقتی که یک کشور، یک ملت، دشمنان بیشمار و دشمنان رنگارنگ، حتی دشمنان لقابدار، اونهایی که در فقط در لباس دوست خدا جا میزنن، بعدن باز یک دشمن سرسخت خونخوار و این دشمن قسم خورده هستن، همیشه کوشش میکنن که از درون از بیرون علیه مسلمان ها، علیه به اصطلاح نظام های اسلامی دست به تبلیغات توطئه و دسیسه و عرف های ناجایز به اصطلاح بزنن. روی همی اساس است که ما امروز امارت اسلامی که در کشور آمد و به جغرافی های افغانستان حاکم شد، ما نمیگیم که اشتباه ندار، اشتباه دارن. یکی از اشتباه بزرگ که اینمیست که دروازه های مکاتب و دروازه های پانتونا را در روی دختران مظلوم و محرومی وطن بند کردن، یک اشتباه بسیار بزرگ است. من امیدوارم، گرچه ما به این معتقد هستم که در میان رهبرهای محترم امارت اسلامی بهترین چهره های مؤمن، بهترین چهره های مجاهد، بهترین چهره هایی که در دوران جهاد و ضد قشون سرخ شوروی و گروگک های دست نشانده و مزدورشان در افغانستان رزمیدن، جهاد کردن، آل مرحوم ملا محمد عمر مجاهد که چشمش سچی شده در دوران جهاد و ضد قشون سرخ شوروی و مزدوران دون همت زر خریدشان و چشم خود از دست داد. یکی از مجاهدین بسیار، یکی از فرماندهان خیلی دلیر دوران جهاد بود. دیگر روی همی اساس هست که امروز علیه مسلمان ها، علیه یک کشور اسلامی، خصوصا علیه یک کشور قهرمان پرور، مؤمن پرور، شهید پرور افغانستان، دشمنان اسلام به انواع مختلف دشمنی و مخالفت میکنند. سلامت سینا ریمان حبیر صاحب، تاس هم دیر که خلاص بسته. تاس فکر که وی در افغانستان دوستانه وزینه، ولی متداویم توگه در نریوال سازمانونو، بحرانوی هیوادونو، همسایه هیوادونو در افغانستان که در سیاسی نمایندگوی و لخواه نیوکی که گی پا داخل در نظام که بیرون لنظام نن، انتقادونو ولی برس پرست زیادی گی. الحمدلله رب العالمین و صلات و السلام و سلام علی النبی آخرین و علی آله و اصحاب اجمعین. گران ورور یاسین حبیب صاحب تا، یحیی چاوش صاحب تا چې د سکایپ له لارې نه، او تاسې محترم صفت الله امید صاحب او د تلویزیون کارکوونکو او محترم لیدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتو. علیکم السلام. د تاسو سوال واقعا چې خلک ورځ په ورځ انتقاد کوي او ولې دا انتقادونه کوي، هغه په دې هغه ده چې یو نظام چې ړنګیږي او بل نظام چې په ځای راځي، خلک ورنه ډېر زیات توقعات لري، څه داخلي خلک او څه خارجي خلک، او خصوصا د ملک اتباع چې د نظام باندې حقوق لري، هغوی هم په نظام باندې حق لري او نظام هم په خلکو باندې حق لري. نن دا نظام چې مونږ دعا کوله چې امنیت راشي، که مونږ ډوډۍ هم ونه لرو خو امنیت راشي. زمونږ ځوانان روزانه د ورځې یعنی هغه اندازه کم و زیات په هر صورت متوسط حد باندې 400 کسان د دواړه خوانه چې مونږ ورونه دي، افغانان دي او افغانان و، دغه خلک د منځه تله په جنگ، داخلي جنگ کې، یعنی د طالبانو لخوا او مثلا د حکومت لخوا. نو دغه قتلونه او دغه د ځوانانو د منځه وړل یا د منځه تلل دا یو لوی قدم ده چې الحمدلله په افغانستان کې دا تقریبا منتفی شوی یا نشته.
یا اوس د یخنۍ له کبله د لوږې له کبله همدارنګه خودکشۍ یا ځان وژنه تر هغه وخت نه ورځ په ورځ اوس لا په زیاتېدو دیده. عرض می داده چې شاید دا په هغه اندازه د تاسو خبره زه نه ردوم، یعنی شاید په هغه اندازه نه وي، ولی رزق او روزی خدای پاک انسانان ته ورکوي په یو وسیله باندې، یا کم یا زیات یا ښه یا بد په هر صورت. ولی دا شان واقعا چې حکومت مسؤلیت لري چې خلکو دپاره کار، د خلکو دپاره په اصطلاح سره وظیفه، ډوډۍ او امنیت. صحیح ده، په یو برخه کې که امنیت هغه ده، په د نورو برخ کې دا نه وایي چې حکومت کوشش نه کوي. حکومت کوشش کوي، ولی موږ بدبختانه په داسې یو ناورین کې قرار لرو. اما پرمختګ ولې نه کیږي؟ عرض می ده، تاسو فکر وکړئ چې د دنیا ټول هغه مملکتونه چې موږ سره غیر مستقیم یو روابط او سفارتي هغه یې درلوده، هغه یې بند کړه. د امارت اسلامي مشران چې د خلکو سره یې په اصطلاح سره تفاهم کوه، نورو ممالکو ته تله، یا د کومک یا ملل متحد سره یا نورو سره، دوی تر دغه حده پورې چې د دوی سفرونه یې بند کړه. او د افغانستان پیسې کنګل دي، او هغه هم په خپل فرمایش باندې، لکه چې د دوی خپل هغه وي نیمه یې په هغه باندې د سپتمبر په موضوع باندې تقسیموي، د هغه فامیلو باندې، او نیمه یې هم ما په زړه چې هر چا ته ورکوم. ولې دا ظالمانه پرېکړه ده؟ زه راځم دې موضوع ته، هم زه راځم بحث به پرې کوو، اما لومړی غواړم په دې باندې راځي چې بحث او تحلیل وکړو. هغه دا چې ولې که سیاسي نمایندګۍ بسته کېږي، سیاسي استازولۍ په کابل کې بسته کېږي، ولې بهرنیان خفه سي؟ یو میلمه چې راځي ولې ښه استقبال نه ترې کېږي؟ ولې د افغانستان مشکلات، زه هم وایم چې حکومت هڅه کوي، سرپرست حکومت هڅه کوي چې مشکلات حل کړي، اما پرمختګ ولې منځ ته نه راځي؟ خو ما درته وویل چې یو طرف ته وایي چې یو طرف ته آسیا هغه ده، یو طرف ته غنم لونده، دو طرفه هغه ده، داسې ده. خو دوی هم دغسې مایوسیږي، با وجود چې خلک استقبالوي، خلک ته خوشحاله دي، دوی ته د سفر اجازه ورنه کړي. په اصطلاح سره د خلکو د تفاهم هغه داسې یو محدودیت پرې وضع کړی، لکه چې پخوا په ایران باندې یا نورو ممالکو باندې وضع شوی ده. په نورو مملکتو باندې د امریکا ظالم د دغه جابر له لاسه همدغه مسلمانانو باندې په هر ځای کې دغه مسایل وضع شوی ده. ولې دا چې پرمختګ نه کیږي؟ کوشش خو امارت اسلامي داسې نه ده چې کوشش ونه کړي. صحیح ده چې زه د امارت اسلامي په نمایندګي باندې یا استازیتوب باندې نه غږېږم، ولې حقایق به وایو سره، سترګې مو ویني. دوی داسې په هیڅ برخه کې ګوره، یو مملکت چې هیڅ یو درآمد یو شی ونه لري، او په اصطلاح سره تجارت په هغه رقم مشکلات ولري، سفارتونه روابط ټول ختم شي، بیا هم نن خپل مامورین ته معاش ورکوي، مثلا نام یو کومک ده، او یا د نظام مخته بیایي، امنیت ټینګ کړی ده، او دا 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 هم یو کار ده، دا یو هغه ده پیشرفت ده. ولې هغه څه چې موږ توقع لرو، خو د یو طرف نه د تجارت موضوع، د روابطو موضوع، د پیسې د انجماد موضوع، دغه مسایل ټول په نظر کې ونیسو، بیا سل په سله هغوی ملامتولی شي. مننه ښاغلی حبیبي، ور بهتره ګرځم په بحث کې تاسو ته. آقای چاوشتی، فکر میکنین نگرانی های مردم، نهادهای بین المللی، کشورهای خارجی تا اینجای کار در حال افزایش است؟ خب عوامل موردی چیست؟ چرا ما به یک تعامل نرسیدیم تا اینجای کار؟ حدودا 18 ماه جهان حال سابق همین ایالات متحده آمریکا و غرب در جهان خودش تصمیم میگیری، فرد در کشور میخواست تجاوز نکرد. این کشورها امروزه از اون خواستا اهدافشون خود دستبردار بمیشن، اونا میخواین که تمام کشورها غلام برده فرمان بردارش باشه، و این تقاضاها را از امارت اسلامی هم دارن، پنهانی دارن، علنی ندارن، پنهانی در قطر، در افغانستان، در پاکستان، جای دیگه. و کشورهای من منطقه مانند پاکستان همیشه پافشاری میکنه که این کشورها تشویق کنه که بیشتر فشار بیارن بر حکومت، بر هر حکومت در افغانستان بوده، اینمی جریان، اینمی کار ادامه داشته که از بیرون باید فشارهای باشه. ما موضوع اصلی اینجا است که ما افغانها یک کمی بیدار شیم، هوشیار شیم. ما همیشه نباید فرافکنی کنیم، نباید به هوشیه ها به شهر خودم مصروف بسازیم،
چرا همیشه مسئولیت ما به گردن خارجی ها میندازیم؟ چرا مسئولیت به گردن بیگانه ها میندازیم؟ همی افغان های ما نیستن که به پاکستان رفتن مزدور شدن، کسی رو دعوت کرده بوده اونجی؟ همی ها نیستن غالب ترکیه رفتن بیرق مزدوری سرشان ها خود بلند کردن به سر فرانسه و جای دیگه، هر روز کشورها رو از سر دروازه پارلمان هایشان مبارزه میکنن که بیاین ما رو مزدوری قبول کنین، معاش بدین. با همی ها نیستن که میخوان که از بیرون باز دولت های دیسانتی بیارن. دیگه پدر امریکا جرات نمیکنه که در اینجا در این مملکت بی 52 دوباره حکومت تعمیل کنه. امروز باید تغییر از درون بیاید. افغان ها چی که میخوان؟ اگه میخوان از گلون امارات اسلامی بگیرن باید از درون بگیرن. اگه میخوان اهداف رو تطبیق کنن باید از درون کنن، از اینجا. درست. اما وضع داخلی خب اما وضع درونی که حالا شما یادآوری میکنید آقای چاوش بسیار در حال وضعیت وخیمتر شدن است. در درون نظام و بیرون از نظام انتقادها روز به روز افزایش می‌یابد. حالا شما سخن از مثلا از اصلاحات درونی نظام میزنید. خب می‌بینیم که تمام دستگاه‌های بیرونی و درونی به خاطر وخیم کردن اوضاع کار میکنن، وحشت ایجاد میکنن، میترسانن مردم از دولت، میترسانن دولت از مردم، میترسانن تمام دستگاه های تبلیغاتی از بیرون و درون، اینترنت و هزارها وسیله اطلاعات جمعی امروز با پول خریدن، میخرن، فعال ساختن، همه در یک فضای مجازی است. دولت های مجازی ایجاد میکنن، گروپ های مجازی، تحریکات ایجازی مجازی و اینا همه فشار میاره سر روی مردم. کسی اوزار خبر نداره. اوزار سیاسیونی که با تجربه هستن، کسایی که واقعا از علم سیاست بوی بردن، میفهمند که نقطه درد در کجاست، کجا باید تداوی شه، از کجا باید شروع شه، از کدام نقطه ما باید شروع کنیم که خود از این فلاکت و بدبختی نجات بدیم. ما میایم پشت اینمی کامرای تلویزیون شما یک ساعت دو ساعت صحبت میکنیم ولی دو کلمه نداریم که رای مردم پیدا کردن مردم کجاست، رای نجات کجاست. ما 40 سال گپ زدیم، آیا این مملکت امروز مسلمان میشه؟ از نو میخواین مسلمان بسازین؟ اسلام دیگه میخواین بیارین؟ خب 1400 سال مردم مسلمان بوده، کتاب خدا در هر خانه وجود داره، مردم نماز میخوانن، کلمه خود میگن، اصول دینی رو مراعات میکنن، دیگه چی میخواین از این مردم؟ یعنی شما فکر میکنید که شریعت آقای چاوش، یعنی شما فکر میکنید که شریعت باعث یک ابزار سیاسی استفاده میشود؟ درست. یعنی شما فکر میکنید شریعت باعث یک ابزار سیاسی استفاده میشود در کشور؟ نه تنها شریعت ابزار سیاسی در گذشته، اینمی تنظیم ها استفاده کردن، اینمی گروه ها استفاده کردن، اینمی ابزار سیاسی تا میلیونر شدن، میلیاردر شدن. ما با عدالت ثابت کنون تمام مردم افغانستان به چشم خود نمیبینه چی مانده، چی توضیحات داده شده برای ازیاد از اسلام تا چی وقت من حیث وسیله تجارت استفاده شه؟ هر کس خود مجاهد میگه که یک جای بچسبانه، مجاهد میگه که قهرمانی کردم. قهرمانی کردی چرا فرار کردی؟ قهرمانی کردی چرا خدمت نمی کنی؟ چرا یک راه نجات برای مردم نشون نمیدی؟ چند فامیل نجات دادی؟ چی کردی به این مملکت؟ کدام پول جور کردی در دروازه خانه خود؟ کدام سرکت برای مردم خود انجام دادی؟ او مجاهد قهرمان، او تنظیمی، او کسی که تا دیروز کفر الهاد تاپا و دست تو دو پیشنی همه تا حال فعلا میزنی وار مصروف ای گپا ساختن، مصروف از این نساختن که ما چی راه نشان بدیم، فقط مصروف از این را ساختن که راه رو گراغم کردن برای از یا فشار بیاری که اینا راه رو گم کنن. تا چی وقت ادامه باید پیدا کنه؟ با باید مردم افغانستان دیز کنه که دولت شکنی، دولت از بین بردن، از بیرون دولت آوردن، این انسان های فساد و فساد پیشه، مزدور، جاسوس، همونطور که شما گفتین که از زمان شاه شجاع تا فعلا کی کرد؟ خود همین شاه شجاع بود که رفت هندوستان مزدور انگلیس ها شد. امثال هم که بیاین تا هر کدام از یاد. البته ما نگفتیم که کافر است، اما سناریوهای بیرونی تطبیق کردن. خب وقتی که این وضعیت هست، ما دیگه نگیم که فلان که پاکستان ملامت است، ایران ملامت. چرا خود ملامت نمی کنیم؟ در ایران همی افغان در ایران جور نشد، کی جور کرد؟ رفتن همونجی
از بین از یاد سربازگیری کرد تا فیل الان استفاده میکنه. به جنگ عراق روان کرد، به یوگسلاوی روان کرد، با کجا کارها نکرد، استفاده نکرد. گروه فاطمیون و زینبیون و امثال هم و دگه و دگه. خب میرن خودشان مزدور میشن. نرن نشن. به این وطن خود. همین در اینجی باید فکر اساسی کنیم. وقتی که اگر افغان نره به روسیه، به انگلیس، به کشور دیگه، به امریکا، به فرانسه، نره مزدور نشه. بیرق بیگانه رو سر شهر خود بالا نکنه. چاکنی برای وطن خود نکنه. اونا کسی پشت از جا به افغانستان آماده کسی یک کسی روسی دیده باید دیده باشیم پشت افغان آماده باشه به افغانستان که بیا که ما یک چند تا مزدور کار داریم یا امریکایی آماده باشه که خود از جا رفتن این نیم بدبختی از ماست بدبختی ماست که ما امروز تشکر بیاییم خود سیادی میگیم خود کلان میگیم خود مشر میگیم خود رهبر میگیم اگه پرسان کنی چی رای نجات داری چی طرح داری چی در یک پروژه آبرسانی چی طرح داری؟ در پروژه برق چی طرح داری؟ در پروژه صحت چی طرح داری؟ در تعلیم و تربیت چی داری؟ هیچ ندارم. اینو کسایی که تا دیروز اینا عذابی بودن که اینا یونما معاش میداد چطور شد که وقتی که امارت اسلامی اومد شما یک هزار نمیبینین یا در افغانستان هستن از کجا صدا بلند میکنه؟ اگه بین افغانستان تو نفر داری کسیر داری پیروان داری چرا پیش پیروان ها خود نیستی؟ چرا در افغانستان نیستی؟ دمی افغانستان هر حزب سیاسی به تضمین میکنم یک هزار نفر داشته باشه خود هر کس برای از او کار یاپی گفته نمیتنه کسی برای از او انگشت خود دراز کرده نمیتنه و نمیکنه تشکر کسا همه دروغ میگن بسیار تشکر برمیگردم در برنامه با شما آقای چاوش آقای حبیب چرا از کلمه مجاهد سو استفاده میشد در تاریخ های گذشته خب قسمی که آقای چاوش هم اشاره کرد ببینین جناب استاد امید یک چیز من خدمت شما عرض بکنم که بله آقای چاوش راست میگه که هنوز ما درست بر عقایق که بری ملت بیچاره بری کشور و ایران ما گذشته درد و آلام هنوز ما آگاه نیستیم حالا به طور مثال افغانستان در یک فضای کاملا امن و امان قرار داشت خب ما رژیم شاه را تایید نمی کنم در وقت رژیم شام که بود ما متعلم سنف شش بودم با مون سن خرد خدا ما علی رژیم شاه مبارزه می کردم به خاطر از اینکه مخالف ترقی و پیشرفت بود ما پیشرفت ترقی نداشتیم اما بعد از اینکه کودتاهای نامیمونه کودتاهای خائنانه، کودتاهای ذلت‌بار، کودتاهای خونبار، کودتاهای ویرانگر توسط کاجیبی ذریعه بعضی از اموال دون همتشان، خودپروختهشان، اجیرشان، مزدورشان که در کابل در افغانستان بودند بعضی از رهبرای فاسد ملحد خودپروخته و عضو کاجیبی که در کابل بودند این کودتاها برا افتید جناب آقای استاد امید اینمی کودتاها بود که در کشور ما جنگ ها را به وجود آورد اینمی کودتاها بود توسط اونمو چهره های مزدور توسط اونمو به اصطلاح رهبر چگک های نادان و مسکو نواز ملحد مارکسیست لیلینیست که به اصطلاح اونا به دستور مسکو به دول مسکو رقصیدن در افغانستان دست به کودتا زدن بالاخره چنان حالت را در این وطن آوردن چنان حالت را در این وطن آوردن آل رفتن در گندی خیر ششتن مثل تو فکر میکنی موسی چای بیگونه هستن نه آقا جنایتکارای درست است شما هستین شما بودین که وطن را آتش سختانین شما بودین که با این کودتاهای با این کودتایی که از طرف کاجیبی برش شما طرحش برای شما ریخته شده شما را تنظیم کردن به اصطلاح در افغانستان کودتا را راه انداختیم کودتای نظامی را اوضاع افغانستان را دگرگون ساختیم چنان اوضاع افغانستان را دگرگون ساختیم که تا هم روز کنترل نمیشه حالا رفتن در گندی خیر ششتن گویا نه چهره های منحوس شما را مردم افغانستان میفهمند مردم افغانستان فراموش نمیکنند او قتل های دست جمعی او گورستان هایی را که شما در پلوگون پلوچرخی برانداختیم در هر ولایت
شما مردم در اثر شکنجه ها از بین بردین که تو مچم که مرتجی هستی و که تو این هستی و آن هستی و تو ریج داری و تو ملا هستی و تو چنین هستی و تو چنان هستی. حالا مردم چهره های منحوس پلیت از یار فراموش نمی کنن. درست همی که میگه به رنگی که خواهی جامعه می پوش من از طرز خرامت میشناسم. امروز چهره های منحوس اینا را مردم میشناسن. امروز مردم ما درک میکنن که اونو کودتاهای 26 سرطان سال 1352 توسط داوود ناقبت اندیش برافتید گوران به دستور مسکو کاجیبی در پس پردام اونمون رهبرای مزدور اجنت ملحد مارکسیست لینینیست حزب دموکراتیک خلق بود که در پس پرده اینا بودن. با بالاخره وقتی که داوود فهمید تیرایی که میره به ترکستان است اشتباه بزرگی کردن او زمان دیگه فایده نکرد. امی اینمی نمکراما که در دامان داوود اینا در سر دسترخان داوود در هر گناب اینا بزرگ شدن باز بالاخره کودتا کردن داوود تکت فامیلش قتل عام کردن. خب لله الهم این رهبرای اجنت مزدور ایجنت دین فروش وطن فروش یکیشان هم زنده نامون یکی توسط دیگهش کشته شد. حالا به طور مثال این جفا هست جناب استاد امید این جفا هست که ما بگوییم ولا شوروی ها را نجیب شهید از افغانستان بیرون کرد خارج کردی جفا هست این خیانت هست به این وطن. آقا قهرمانی و مجاهدت ها و دل مبارزات دل ایرانی ملت مجاهد من ملت مجاهد میگم نمیگم سیاف مجاهد نمیگم که فلانی مجاهد نمیگم که فلانی مجاهد ملت مجاهد گوشت باز کن این شوروی ها را مبارزات دل ایرانی ملت قهرمان و مجاهد افغانستان نه تنها از افغانستان بیرون کرد بلکه از جغرافی های دنیا محو نابود کرد. چطور ما قدر بگوییم یک جفای بسیار بزرگ به حق مبارزات ملت بگوییم که والله دکتر نجیب خب دکتر نجیب دیگه زیادتر روش نمی پیچیم ولی شوروی ها را ملت جهاد ملت افغانستان آمد این راجعه با این که شما گفتیم آمدیم بحث دیگه طرف نرو سوال و مطرح می سازم اگر اجازه بتین. چرا از اشتباهات تلخ گذشته ما یک تشویق نشویم؟ چرا نمیتونیم؟ بسیار عالی. چرا تجربه نمیگیریم؟ چرا از جلوگیری از اشتباهات صورت نمیگیره؟ بارها تکرار میشه نظام ها چپه شده نظام ها و حکومت ها و حکومتداری با چالش ها مواجه شدن. جناب استاد امید من کمی پیشتر کمی صحبت ها را یاد کردم جنایات گذشته دیروز یاد کردم کوزای وطن ما را به این میال روز اونو چهره های منحوس رساندن و می خاطر که از گذشته ما باید عبرت بگیریم بس. از کارکردهای رهبرای خائن و مزدور مسکو نماز به اصطلاح اجیر استخدام شده بیرونی ها ما باید عبرت بگیریم. من که یادم کردم و می خاطر که امروز آتش را اونمو رهبرای خود فروخته آتش را دی وطن افروختن که تا امروز در خاموش شدن از او عاجزیم. آمدیم راجع به یک مسئله که هم وزم بحث قبلیمون مثلا ما گفتم که اگه اشتباه بزرگ امارت اسلامی همیست که در دربهای مکاتب و پانتونا را روی دخترای محروم وطن بستن. آمدیم راجع به یک مسئله لله الهم امروز در میان امارت اسلامی بهترین چهره های خوب بهترین شخصیت های نیک بهترین افراد شایسته بهترین رهبرای نیک وجود دارن که هم آزادی افغانستان هم میخواین حفظ کنن هم استقلال افغانستان هم میخواین حفظ کنن نمیخواین که دنیا دیگر و سرنوشت ملت افغانستان مثل شوروی دیروز یا امریکا یا انگلیس یا دیگر و سرنوشت ملت افغانستان مداخله کنن میخواین اما و هم میخواین افغانستان ترقی کنه میخواین افغانستان پیشرفت بکنه و میخواین که دخترانی وطن برن به مکاتب بیدامه درس تحصیل خود برن با پانتونا اما تا اینجای کار چرا مفهوم به کار نشده که خب عضو من میخوام بگم کسان بسیار مهم و ورزیده هم در این نظام وجود داره اما زیاد است زیاد اما چرا تا اینجای کار خب باعث پیشرفت نشده. خب یک چیز من بر شما عرض بکنم که باز هم مداخلات بیرونی هست مداخلات خارجی هست فعلا امی بزرگوارای امارت اسلامی رهبرای محترم امارت اسلامی بله. هم در شرایطی هستند که از هر طرف یعنی دست اندازی ها و
چی مستقیم و چی غیر مستقیم. حتی چهره های منحوسی را بر ازنا روان میکنه به عنوان از اینکه گویا ما از این وطن هستیم، آمدیم به این وطن و میخواییم با شما هم کار باشیم و میخواییم با شما مومت باشیم، ولی در حقیقت او سعی میورده تا اونمو پلان های استخبارات کشورهای بیرونی را در میان از اینا به لباس دوست، در چهره دوست عملی بکنن. شکر. روی همی اساس فعلا توطئه ها و دستیار ها وجود داره. من امیدوارم که انشالله وضعیت در کشور ما خوب شده، اوضاع درست شده، دختران محرومی وطن هم برند به مکاتب، برند به پانتونا، منتها با حجاب اسلامی، با شرایط اسلامی، بله. با عمو جام و امارت اسلامی هم کوشش کنند، وزارت های محترم معارف و وزارت های محترم تحصیلات عالی هم درست. کوشش کنند تا بله. مدیریت بکنند و فقط همون چیزی که اسلام حکم میکنه امور عملی کنند، ولی حق ادامه تحصیل و دخترای وطن چه در مکاتب و چه در پنتون ها بده. شکر میکنم آقای حبیب، برمیگردم با شما. حالا حبیب یار، ستا سپند بانده، ولی تردید اما دستی و سناریو جوان نشولش در افغانستان دخل که ستونزی کمی کریاب و سنی روان وضعیت که تغییر را ولی دابای درز بکنم چه مخی که بحث که دیر پختن را تا پیدا شوی دست نده چه څوک حکومت په لاس ته راوړي او بیا کوشش ونکړي چې دا سناریو او دغه هغوی هم په هغه کې د تاسې وینئ چې سراج الدین حقاني صاحب چې پرون یا بله ورځ خوست ته تللی و دغه په ځان باندې یا په حکومت باندې یا په هغه باندې دغه حالاتو باندې نیوکه دا د خلکو حقایق چې څوک وایي هغه د خلکو په زړونو کې ځای لري، هغه محبوب کیږي، هغه حقایق چې څوک هر څوک ووایي هغه خلک ترې استقبال کوي، ډیر زیات استقبال شوی په مطبوعاتو کې چې نیوکې کړي دي چې موږ باید په اصطلاح انحصاري حکومت ونه کړو، موږ د خلکو په ګډون باید حکومت وکړو، موږ د خلکو مشکلاتو ته وګورو، موږ د خلکو هغه ته دوی خوله اقرار کوي. یو څوک چې د ارشد د حکومت لوړپوړی ارشد یا وزیر د داخله وي او دا خبرې کوي چې موږ باید داسې وکړو، دا د خلکو حق ده، دا باید کوشش ورسره وشي. او عملا ولې چې نه کېږي فکر کوئ دلته تر فشار لاندې دي، مستقل نه دي، او کنه سناریو ته نه پریښودل کېږي، واک په واقعیت شکل باندې انحصار شوی ده. داسې ده چې اوس مخکې دوست مو وویلې چې موږ باید پړه په خلکو باندې وانچو، ولې دا مجبور یو چې ووایو، ولې چې ما درته مخکې عرض وکړه چې روابط قطع وي، سیاسي روابط قطع وي او غیر دغه نه، موږ په امورو کې موږ یو قرارداد داخلي مشکلات زیاتي یو د مکتبونو بندښت، د پوهنتونونو تعلل، د میرمنو د کار تعلل، د متقاعدینو د معاش نه ورکړه، 3.2 میلیونه سوء تغذیه، صحي نه خدمات، د قانون نشتون، د اساسي قانون نشتون، عزل و وضع، دا ټول هغه څه دي چې اوس داخل کې باید یو اجماع ورته رامنځته شي او حل شي. تر اوسه دې ته یو حل لار نه ده پیدا. یعنی دا ټول شان زه در سره منم، دغه ناخوالې دي، داسې نه ده چې ټول ملایق دي. اسلامي حکومت ځان ته بېلګه او نمونه لري. د مثال په توګه د زه درته وایم، دا مخکې د صحابه و کرامو د وخت خبره هم پرېږده، د عمر ثانی یا حضرت عمر صاحب دا یو نمونه حکومت و پس دغه نه دغه اولاده چې عمر ثانی په نوم یادېده. زه به یو دوه مثاله دغه د حکومت نه درته عرض وکم چې څوک وایي چې حکومت اسلامي څرنګه وي. د خلکو مځکې لکه چې اوس په شیرپور کې دغه موضوع وینئ چې داسې یو کمیسیون تعین شوی ده، د خلکو د بیت المال مځکې د حکومت لخوا دغسې غصب شوی و. چې غصب شوی و نو خلک ورته راغی حضرت عمر ثانی ته چې ته موږ امیر یې، نو دغه ته چې غواړی چې دغه موږ د پلارونه دغه مځکه غصب شوی ده، موږ بیا څه شی وخورو چې دا بیرته یې موږ نه اخلی؟ ویلی و چې دا ټول ورنه اخلو، دا ثابته ده، لکه چې اوس مثال داسې غصب شوی مځکه ثابتېږي. نو د خلک ورته هر څومره وویل دی ونه منل، وایي نه، د خدای د بیت المال حق ده، د ما باندې د تاسو په خبره نه کېږي. خلکو ورغی، د ده یو عامه ده، ترور یې ده، هغه ډېر په ګرانه وه، هغه ته ورغی چې تاسو ورته عمر ثانی ته ورشئ. عمر ثانی ته چې ورغی ورته کېناسته، ورته وویل چې عامه ته راباندې ګرانه یې، که ما سر وغواړې درته پرې کوم یې درته درکوم، هیڅ باک نه لرم، ولې دومره راباندې ګرانه نه یې چې د خدای حق
د خدای حق ز دغه حق نه تیر شم او تر باندې دومره خدای دومره را باندې ګرانده د خدای چې د زیتا خبره ومنم او د حق نه تیر شم زوی او دی ویل چې زبا ان شاء الله په دغه هفته کې یا سبا یعنی دغه سه یا په دغه هفته کې زبا فرمان صادر کوم چې دا ټول دغه شو یم زکات تری واخلې نو زوی غږ وکړي چې یا پلاره ته باور لري چې تر سبا یا بل هفته پورې ته ژوندای اوس اقدام وکړه هغه چې الحمدلله چې ما داسې یو زوی هغه ده چې د شریعت په پلي کولو کې تر ما هم زیات هغه دی بل مثال درته وایم چې دا مثال د کوم آیا د افغانستان اوسني نظام ته ورته والی مو خوړ یعنی د هدف مې دا ده چې نن حقاني صاحب دا خبره کوي که نه خو دا یو منل ده د ناخوالو منل ده دا د هغه ده او باید هم ومني او مونږ دا مقایسه کولی نه شو د هغه نظام سره چې د غلام نظام وي لکه چې د مخکې نظامونه وو یا د امریکا نظام وو یا مثلا د نجیب نظام وو د نجیب نظام هغه یو غلام نظام وو هغه د مجاهدینو په همت سره د مجاهدینو د دغه ملت داسې هدف مې نه ده چې یو شخص زیاد کړم د دغه ملت په صداقت او دغه ملت په همت سره هغه روسان وشړل شو لکه د افغانستانه دغه سیغ او امریکا هم د دغه ملت په وینو ورکولو باندې په دغه قربانیو باندې نن داسې فکر مه کوه دا نظام په قربانیو باندې د خلکو په وینو په د ځوانانو په سرونو باندې دا نظام راغلی ده او دا باید وساتل شي مننه کوم ښاغلی بیبیان مننه کوم بښنه غواړم د وخت له کمښت له امله دا ځل ستاسو لپاره وخت لږ کم سولو آقای چاوش بحث باز شما جمع آوری میکنیم آقای حبیب و همچنین حبیبیار باز هم تاکید میکند که حلقات بیرونی در وضعیت فعلی کشور خوب فعالیت خیلی خوبی داره اما سناریوهای شما برای یک نظام قوی چیست که حداقل بتوان مشکلات داخلی در افغانستان حل کنه خیلی کوتاه وقت بسیار کم داریم بله آقای حبیب تماس ما با آقای چاوش قطع شد تا وقتی که همکارای تکنیکی مشکلات برطرف میکنند بحث از شما جمع آوری کنیم سناریوتان برای نظام فعلی افغانستان چیست ما همیشه طریق رسانه ها من گفتیم پیشنهاد کردیم که زمان امارت اسلامی افغانستان موفق و سرفراز و سربلند و قهرمان و برنده میدان کارزار سیاسی حکومت داری میشه که ملت از خود کنند مردم خود از خود کنند بزرگای وطن از خود کنند رهبرای صالح وطن که و قول آقای چاوش از وطن فرار نکردند هستند در دامان وطن در کنار مردم خود که تا اینجای کار نشده که نشده اینا رو بیارن در کنار خود بهترین چهره ها ما داریم در این وطن بهترین کادرای مؤمن خوب مخلصه که در گذشته ها دستشان به چور چپاول و به قتل و به چور چپاول بیت المال و به قتل و غارت ملت مسلمان افغانستان ملبس نبودند واقعا کادرای بسیار نیک، کادرای بسیار با تجربه، تحصیل یافته، خوش سابقه داریم اما را بیارن در نظام بیارن در نظام خیر است اگر وزیر نموین، والی نموین، مشاورین تعیین بکنن از اونا کار بگیرن بسیار زیاد تشکر کار را به اهلش بسپارن، شایسته سالاری را مد نظر بگیرن و هم مطابق حکم قرآن عظیم، حدیث نبوی برای قشر دخترای ما تشکر ادامه اجازه رفتن به مکاتب و به پانتونا بتن و همچنان به خواهرای ما اجازه بتن در ادارات کار کنه اما با ایجاب اسلامی و شرایط اسلامی بسیار زیاد تشکر سلامت باشید حبیبیار صاحب ستاسو کلنار اسلامی امارات چه وړاندې کوئ څه باید ترسره کړي چې حداقل وکولی شو د اوسني وضعیت نه ووځو خبره داسې ده چې اسلامی امارات دغسې چې خلکو ته باید پلمه په لاس ورنکړي لکه چې د نجونو مسله چې خدای پاک ویلی چې تاسې علم فرض ده دغه مکاتب موضوع دا د نور موضوعات چې د خپلو خلکو باندې د خلکو په زړونو باندې حکومت وکړي او امارت اسلامي چې اوس ځان ته مجاهد وایي او مجاهد ده او دا ملت یې ژغورلی نو باید زه په دغه مسله کې که اجازه مو وي او دوه فرده د استاد بیرنگ صاحب شعر خوای دغه به ووایم چې دغه ټول خبرې وای او د مجاهد قدر کوي چې په فارسی ده ای مجاهد دل و جانم به فدای قدمت خط تو در همه جا زینت سنگ است نوست ګوره
دین فروشی و غلامی ز ترک تا به نجیب نزد هر فرد وطن خجلت و ننگ است نوست. پشه و مور و ملخ مرغک که کاشانه ما بر سر روس لعین و امریکای لعین شیر و پلنگ است انوس. ما و میدان نبرد هرچی خدا خواهد شد، دل قدرت طلبان گرچه بتنگ است انوس. مون پخپل لار روانی و دی مجاهد اولاد مجاهد ده مجاهد مجاهد ده دا نغه کیگو. هیچ وقت مقایسه دی کافر سره مون سوک نمه مقایسه کهو، دی ملحد سره سوک نمه مقایسه کهو. مجاهد مجاهد ده، ای مون اولاد هم مجاهد ده، مون هم مجاهد ده، ترسو جوانی دی وطن اتفاق کن. سلامت و کور ودان حبیبیار صاحب. آقای چاوش، بس از طرف شما هم جمع آوری میکنیم سناریویتان برای حکومت فعلی افغانستان چیست که حداقل بتوانیم از وضعیت کنونی افغانستان برایم و راه تعامل سیاسی با کشورهای منطقه و فرامنطقه ایجاد شود؟ ما نه تنها به گپ سناریو داریم، ما عملا اینجا حاضر هستیم، در کارهای زیربنایی سناریوهای محکم اقتصادی داریم. گرچه دیروز از طریق تلویزیون ملی هم اعلان شد مسائل برق، مسائل صحی صحت، مسائل ساختمانی و غیره پلانای عملی داریم. ما اینجا تنها برای سیاست کردن نمودیم، این همیشه که صحبت میکنه صحبت های ما پخته است، پخته عملی به خاطر وطن. امی کسایی که امروز سر صدا برا انداختن مخاطب بسته است، زنا به کار نمیرن، از یه آقای ما پرسان میکنم همین شرایط فعلی، همین وضعیتی که به وجود آماده، اینمی دردش چرا از کندیدگیش از دردش اضافه تر است؟ چرا فکر نمیکنن در 20 سال اخیر تمام زنای مملکت به کار میرفتن، تمام مخاطب باز بود، این مکتبای خیالی کجا بود؟ تو تنها شهرار میبین موضوعات اساسی سر از صحبت نمی کنن، یا پای حاشیه‌ای وقت مردم افغانستان ضایع می کنن. کدام اقدام عملی صادقانه به واسطه از وطن یک گامی انجام بدن شریفانه بگن. ما امروز طرحهای قوی هم امارت اسلامی داره، من دیدم شنیدم، و هم شخصیت های ملی که دلشان بخاطر وطن می سوزه طرحهای برای نجات وطن وجود دارن، به شرطی که او کسایی که بله تا دیروز داد و فریاد می‌زدن امروز هم علاقات که استخباراتی کشورهای بیگانه را جستجو میکنن، در داخل وطن هم برای از آن خدمت میکنن، برای علاقات جاسوسی خارج طرحی برای نجات ندارن، طرحی برای پیشرفت ندارن، طرحی برای اقتصاد ندارن، فقط یک گفر گرفتن. امروز اگه باز چهره های از یا افشا شه که اینا با کدام سازمان های استخباراتی وابسته هم، دیروز با کدام سازمان ها وابسته بودن. این کسایی که امروز میکوبن بیوسی های جاسوسی استخباراتی از اینا اجنتوری از اینا هنوز پیش ما نیسته، اینا خود از همه به دایه های مهربانتر از مادر میگن، چرا نمیان سهیم نمیشن؟ اگه پشتیبان امارت هستن چرا عملا در صحنه نیستن، در میدان نیستن؟ چرا طرحهایی ندارن؟ چرا این سرمایه که بیرون بردن پس نمیارن یا آقایون؟ ما فکر میکنم راه برای نجات وجود داره. این مدت کم یک تجربه هم برای امارات اسلامی شد، یک مرحله دیگه نوین برای دولت داری. ما فکر میکنم تجدید نظر بسیار قطعی اساسی خوبه در شرایط فعلی، خود از این انجام خواهد. تشکر میکنم مهمانان گرامی که در برنامه ما اشتراک کردن، تشکر میکنم باز هم، و به همین ترتیب رسیدیم به پایان برنامه. از همراهی شما بیننده هم جهان سپاس، وقت بخیر.